درود میفرستم خدمتتون. حضورتون عرض ادب میکنم هموطنان عزیز و ارجمندم. تمام تلاش من در این برنامه این است که حداقل کاری که میتوانم انجام دهم به عنوان یک ایرانی، یک عضو کوچک از خانواده مطبوعات ایران، این است که شما را به فکر کردن دعوت کنم. کمی اندیشه کنید در مورد مسائل گوناگونی که در این برنامه من خدمتتون تقدیم میکنم. از قضیه تحریم ها مطلع هستید و میدونید که این تحریم ها چه بلایی بر سر مملکت ما و بیشتر از همه بر سر شما مردم آورده است. حالا وقتی که گزارش عرض کنم که سازمان تجارت جهانی را مطالعه می کنید و در می یابید که در طول این مدتی که این تحریم ها به واقع خون مردم ایران را ریخته است، تحریم ها به گونه ای است که بسیاری از خانواده های ایرانی مستأصل و درمانده شده اند، 17% میزان سرمایه گذاری در ایران تحریم شده افزایش پیدا کرده است. تکرار کنم یا کافی بود؟ در دوران تحریم ها بنا به گزارش سازمان تجارت جهانی 17% سرمایه گذاری در داخل کشور اضافه شده است. شما اینو به چی تعبیر میکنید؟ چگونه درباره این اندیشه میکنید؟ در روزگاری که عرض کنم که در آمریکا یک بنیادی به نام بنیاد کودک که از مردم، از ایرانیان پراکنده در گوشه و کنار آمریکا پول جمع می‌کرد به عنوان اینکه این پول‌ها را خرج مردم فقیر در داخل ایران می‌کنند، بچه‌هایی که بیماری دارند، بچه‌هایی که دارو ندارند، بچه‌هایی که امکانات معالجه ندارند، این پول ها را جمع می کرد از مردم تحت عنوان بنیاد کودک و می فرستاد به ایران. من اسم زن شوهری که مؤسس این بنیاد هستند نمی برم، برای اینکه من هدف دیگری را دنبال می کنم. هدفم این نیست که با حیثیت مردم بازی کنم. حالا کشف کردن که از روی ایمیل های که این زن و شوهر مبادله می کردن، حواستشون نبوده است که وقتی شما با کامپیوتر کار میکنید، مادامی که مغز این کامپیوتر زنده است، همه چیز در آنجا بایگانی میشود، مثل مغز انسان که خاطرات کودکی هم در آنجا بایگانی شده است. کشف میکنن که این پولها رو میفرستادن از طریق سوئیس به ایران و بعد بانویی که عرض کنم که این سازمان را اداره می کرده است، با پدرش مکاتبه ایمیلی، یعنی مکاتبه الکترونیکی از طریق کامپیوتر می کرده که این پولها را صرف خرید فلان زمین و فلان زمین و فلان زمین کنید و در آنجا شهرک سازی کنید، چون تنها سرمایه‌ای که در ایران در شرایط فعلی عرض کنم که در خطر نیست، مسکن است و زمین است. در چنین مملکتی که چنین چیزی را کشف میکنن، مکاتبات خصوصی یک دختر و پدرش را، و بعد میروند و این زن و شوهر را دستگیر میکنن تحت عنوان اینکه تحریم ها را دور زده اید، هر کدام را به 20 سال زندان محکوم میکنن، سازمان تجارت جهانی میگوید 17% سرمایه گذاری های خارجی در ایران اضافه شده است. به چه تعبیر میکنید این را؟ این 17% سرمایه گذاری های خارجی از چه طریق در ایران انجام گرفته است؟ و اگر سرمایه گذاری های اصولی است، پس چرا بیکاری کم نشده است؟ اگر سرمایه گذاری های اصولی است، پس چطور هست که گرانی همچنان می رود بالا و نفس مردم را بریده است؟ حالا ببینید آقای روحانی که رئیس جمهور شده است 63 سال دارد، امیر قطر هم 63 سال دارد. آقای روحانی آمده است
با این امید که روابط حکومت اسلامی را با جهان غرب و همسایگان بهبود بخشد، وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد. آیا می تواند؟ من عرض می کنم خیر. چرا؟ چون مادامی که یک ایدئولوژی مذهبی حاکم است بر ایران، آن هم ایدئولوژی اسلامی که با هر نوع پیشرفت و ترقی و آگاهی مخالف است، هرچرا که در چهارچوب اسلام 1400 سال پیش نیست، عرض کنم که حرام میشناسد. حالا اگر حرام نشناسد مکروه میشناسد در اصطلاحات مذهبی. اما اون امیر قطر که 63 سالگی از کار کناره کشید و پسرش را، پسر جوانش را جانشین خود کرد، به این دلیل است که با تمام قوا دنبال جهان امروز هستند، بهره‌گیری از تکنولوژی امروزی، بهره‌گیری از علم امروزی، بهره‌گیری از دقیق‌ترین شرایط اقتصادی امروزی، بهره‌گیری از مغزهای اقتصادی دنیا برای رونق بخشیدن به قطر، یک جزیره انقدری که سابقه تاریخی شاید به 50 سال هم نکشد. حالا فکر کنید، عرض کردم میخوام شما رو به فکر کردن مشغول کنم. امیر قطر و مردم قطر، یعنی اعرابی که اونجا زندگی میکنن، مسلمانتر هستند یا آقای خامنه ای و روحانی و این گروهی که 34 سال است مملکت ما رو به این روز انداختن مسلمانترند؟ کدام یک مسلمانتره؟ آیا اسلام مال این عرب ها نبود از روز اول؟ آیا سنی ها مسلمانان واقعی و حقیقی از روز اول نبودند؟ خب شیخ قطر، امیر قطر، هر چی میخواهید اسمش رو بگذارید، او مسلمان تر است یا آقای خامنه ای و یا آقای روحانی که آن طرفی ها به عنوان یک کشور مسلمان به نام قطر دائم میکوشند که از آخرین اطلاعات جهان برای پیشرفت مملکت و رفاه مردمشان استفاده کنند و این طرف با تمام قوا میکوشند که هرچی رنگ و بوی آگاهی دهنده به مردم ایران دارد آن را منکوب و سرکوب کنند. مثال بزنم، سرعت اینترنت را تا اندازه پایین میآورند که اساسا مردم ایران نتوانند از این اعجاب تکنولوژی لوژی امروزی بهره بگیرن برای بالا بردن اطلاعاتشون. روابط مردم ایران را با دنیا قطع کردن به محض اینکه بفهمن یک نفر در اون مملکت با جهان آزاد سر و کار دارد، نه مسائل سیاسی. او را به بهانه جاسوس، به بهانه عرض کنم مزدور خارجی، به عنوان خائن میگیرن، میبرن زندان، که همون زندان رفتن آخر عاقبتش هم نامعلوم است. خب اینهاش که آدمی باید اندیشه کند، فکر کند که موضوع از چه قرار است. بعد برمیگردیم به آغاز عرایزم، چگونه ممکن است که در جهانی که ایران را تحریم کرده است 17% سرمایه گذاری خارجی ترقی کند؟ مگر ممکن است؟ مگر چنین چیزی ممکن است؟ یا شب است یا روز. نمی شود که شب باشد و ما بگوییم روز است، روز باشد و ما بگوییم شب است. وقتی پیگیری می کنید، وقتی تحقیق می کنید، متوجه می شوید که آن 17% که سازمان تجارت جهانی اعلام کرده است درست است، آمار درستی داده است. حق بازی و کلک مثل آمار حکومت اسلامی در آن نیست. اما چگونه ممکن است؟ عرض کردم خدمتتون، سوال کردم از خدمت شما آگاهان، چجوری ممکن است که شب باشد ما بگوییم روز است، روز باشد و ما بگوییم شب است؟ خدمتتون عرض میکنم، کسانی که در حکومت اسلامی میدزدند، چپاول میکنند، غارت میکنند ثروتهای ملی را، مردم را به این روز نشاندند. چون ایران امنیت ندارد، امنیت اجتماعی ندارد،
امنیت قضایی ندارد، امنیت قانونی ندارد. بنابراین سرمایه ها هیچ وقت محفوظ نیست. هر لحظه ممکن است که آقای خامنه ای اراده کند و بگوید ثروت این را مصادره کنید یا این را بگیرید محاکمه کنید. اینها ثروتاشون رو میبرند در یک مملکت مطمئنی مانند قطر، در اونجا شرکت هایی رو ثبت میدن، شرکت هایی که رنگ و بوی ایرانی ندارد، فقط سرمایه گذارش ایرانیست، آن هم به صورت ناشناس. یعنی قانون در قطر انقدر هوشیاری به خرج میدهد که نمیگویند این شخصی که این رقم هنگفت را سرمایه گذاری کرده است کدامین ملیت را دارد. آن وقت همین ها که شرکت های خارجی در قطر درست کردن اما ایرانیان و سرمایه آنها هم پول هاییست که از ملت ایران دزدیده اند و به قطر بردن. اینها با اطلاعی که از داخل کشور دارند، با نفوذی که در داخل کشور دارند، شرکتشون در ایران کار میکند و غارت این ملت مفلوک به بند گرفتار آمده رو چند برابر میکند و پولا رو دوباره به اون شرکت برمیگردد. یعنی دزدان و چپاولگران روز به روز ثروتمندتر، گردن کلفتر، قویتر میشوند و مردم ما، هموطنان من و شما روز به روز نحیفتر، ضعیفتر. اون وقت حکومت به چه مشغول است؟ مأمورین را میفرستد به عراق که در آنجا یک ساختمانی که ساختمان مورد احترام بهائیان ایران هست و معتقدند که عرض کنم که رهبرشان روزگارانی را در آن ساختمان در عراق زندگی میکرده است، بروند اون ساختمان را خراب کنند، از میان بردارند. حالا وجود یک ساختمان چه ضرری میتواند به حکومتی که میگوید ما مدیریت جهانی میخواییم بکنیم انجام دهد؟ مسائلیست که نمیتواند. حکومت ایران چه میکند؟ همانگونه که دیروز گفتم با اصیلترین مسلمانان یعنی بلوچای ما آنگونه رفتار میکند که امام جمعهش آن را میگوید. حکومت ما چه میکند؟ گروه گروه جوانان وطن را در زندان‌ها مورد تجاوز و شکنجه قرار می‌دهد، در خیابان‌ها شلاق می‌زند، اعدام خیابانی می‌کند. چه می‌کند؟ می‌رود تنها باغ گیاه‌شناسی ایران را که در نوشهر قرار دارد می‌خواهد خراب کند. چرا؟ چون همان چپاولگرانی که خدمتتون عرض کردم می‌خواهند زمینش را تکه تکه کنند، ساختمان سازی کنند و بفروشند. حالا خوش به حال غیرت مردم عرض کنم که اون منطقه که با پیروی از مردم ترکیه رفتن جمع شدن به صورت مسالمت آمیز و اعلامیه صادر کردن که اینجا رو نباید خراب کنید و حکومت از ترس ماجراهایی که در ترکیه به وجود آمده است فعلا تخریب اولین باغ گیاه‌شناسی ایران را متوقف کرد. تقاضا میکنم با آنچه که خدمتتون عرض کردم کمی اندیشه کنید، کمی فکر کنید. این اندیشه ها میتواند سرانجام کلید رهایی ما را، نه کلید آقای روحانی را. کلید آقای روحانی به هیچ دری نمیخورد، بنده پیشاپیش خدمتتون عرض میکنم. اما ما خودمون میتوانیم کلیدی که به رهایی ما منجر خواهد شد، در آزادی را به روی ما خواهد گشود، در دست خود مردم ایران است. سپاسگزاری میکنم از اینکه وقت گذاشتید و به این برنامه توجه فرمودید. تا بامداد روز دوشنبه همه شما عزیزان را به ایزد مهر می سپارم. بدرود.